از امیرالمومنین از خلیفه دعوت کرد به خانه‌اش، گفت آقا مثلا نهار یا شام بیت خونه ما. میگه حضرت امیر به او گفت که به دو شرط، یکی اینکه خانمت رو مجبور به آشپزی نکنی و سخت نگیری بر خانواده‌ات، از لقمه بچه‌هات و خانواده‌ات برای من نگیری، دومی که هر چی تو خونه‌ت هست همون رو ساده بیاری برای من. به این دو شرط قبول میکنم. بعد میگه حالا خلیفه مسلمان‌ها، میگه منم با ایشون رفتم منزل اون فرد که ایرانی بود، از جمله غذای آوردن، میگه یه نوع شیرینی آورد، یه نوع حلوا و شیرینی پخته بود که ما این غذای ایرانی بود، ما نمی‌دونستیم چیه، برای اولین بار می‌دیدیم این غذا رو. بعد میگه حضرت علی به اون صاحبخونه گفتش که این چیه، این شیرینی این چیه اسمش؟ گفت این حلوا و شیرینی است، ما برای عید نوروز، ما ایرانی ها برای عید نوروز میپزیم و میخوریم. که میگه حضرت امیر خندید، گفت کش که گفت نمیشه هر روز نوروز باشه از این حلواهای شیرینی ها به ما بدی؟ با حالت شوخی بهش گفت. ببینید این ظرافت هایی که شما میبینید تو این فرهنگ و مکتب، اینا مفاهیم بسیار دقیق انسانی است، مفاهیم حقوق بشری است، مفاهیمی است که عین کرامت انسان تو ایناست. و فریب الفاظ و ظواهر رو نخوریم، فریب شعارهایی که داده میشه نباید بخوریم. این آقایون متاسفانه این مفاهیم ظریف انسانی رو نمیفهمن، مثل کرگدن از روی مفاهیم عبور میکنن، اینا متوجه ظرافت این مفاهیم نمیشن. و ما تو این بحث اتفاقا خواستیم یه اشاره انتقادی داشته باشیم به همین کوشش تشنج‌آلودی که در اون چه گفتمان مدرنیته نامیده میشه شده برای تسلط بر اوضاع بشری و تسلط بر زندگی، و بعد از چند قرن امروز به ناکام بودنش دارن اعتراف میکنن، منتها زیر لب و بی صدا، حاضر نیستن پای اعتراف نامه رو امضا رسمی بگذارن، برای اینکه هنوز دارن دنبال مشتری میگردن تو کشورهای شرقی به خصوص، و رو ساده لوحی مشتریان دارن شرط بندی میکنن. خیلی ها نمیدونن این جنازه بی شناسنامه و بی صاحبی که بوش عالم رو برداشته متعلق به همین فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری است در دنیا و در غرب، که پشت ماسک مدرنیته با بشریت داره قائم باشد بازی میکنه سه چهار قرنه. امروز همین فرهنگ رو ملافه پیچش کردن، زرورق پیچوندن، دارن به مشتریان شرقی و به روشنفکرای عقب افتاده ما که مترجمای نسخه های دست دوم و سومن دارن غالب میکنن، و این آقایون هم با اتیکت مدرنیته این دستورالعمل های کهنه و عقاید قدیمی رو این طرف ها آمدن دارن خیرات میکنن، و نمیدونن که این نفس بدبویی که قبلا از دهان متعفنی در تاریخ بیرون آمده، امروز به عنوان وظیفه روشنفکری داره به اینها حقنه میشه. خیلی هاشون هم متوجه نیستن، یعنی دیر میگیرن. امروز این گفتمان رو باید شناخت. این گفتمان امروز دو گفتمان است که اگر شما دانشجویان عزیز، برادران و خواهران بهش توجه نکنید یا کم توجه باشید، سرتون رو کلاه گشادی خواهد گذاشت. این گفتمان رو بشناسید و شناسنامه‌اش رو درست ورق بزنید و با او درست مواجه بشید. و آخرین نکته‌ای که در این نوبت خدمتون عرض می‌کنم، آلرژی بیمارگونه است که این گفتمان با هر نوع اصولگرایی و ارزش محوری و اخلاق و عدالت و آرمان پردازی انسانی داره، با پوشش‌های مختلف به اسم توسعه، به اسم جامعه مدنی، به اسم تساهل و تسامح، به اسم آزادی، دموکراسی، به اسامی مختلف سعی میکنه، یعنی مبتنیست اصلا بر این پیشفرض که هر نوع دم زدن از جامعه انسانی و دینی و اهداف عدالت طلبانه رو در مقام جامعه پردازی و تمدن سازی و مدیریت، اینها یه نوع توهم زدگی و یوتوپیا میدونن، یعنی اینها ایدئولوژیست و غیر علمیست. در این دکترین انسانها به شکل یک هرم غیر انسانی چیده میشن، و این ایده میاد اون رابطه مدیریت عقلانی در هرم اجتماعی دینی رو که بر اساس فضیلت و عدالت و عقلانیت و حقوق متقابل، یعنی حق و تکلیف تنظیم میشه، تبدیل میکنه به نوع دیگری از رابطه ربوبی و ربوبیتی که در رأسش این کمپانی های سرمایداری غرب قرار میگیرن و فرمان پروژه توسعه سیاسی اقتصادیش در دست اونهاست. نهادهای ظاهراً دموکراتیک واسطه قهر یا نزول مواهب این اولیگارشی میشن در این چیزی که اینا بهش میگن سیویل سوسایتی یا همون جامعه مدنی از نوع لیبرال سرمایه‌داریش. حالا من به جامعه مدنی دینی الان کاری ندارم، چون جداگانه باید رو به طور دقیق بحث بشه. اونی که تو دنیا، تو آکادمی‌های دنیا و غرب به نام سیویل سوسایتی و جامعه مدنی یا اوپن سوسایتی و جامعه باز مطرحه، اینه مبنای تئوریکش. و حواسمون باشه اینا رو به جای چیزای دیگه‌ای به ما قالب نکنن.
در این جامعه، در یک چنین جامعه ای واسطه های قدرت و ثروت پوز نهادینه شدگی میدن، اما در برابر رأس هرم یعنی همون حاکمیت پنهان سرمایه‌داری سکولار کاملا جوان و زبون هستند، مطیع و فرمان بردارن، و از اون طرف در برابر قاعده این هرم یعنی توده های محروم و بیچاره مردم، اینا سختگیر، استثمارگر و خشن عمل میکنن، در این حال خیلی پیچیده و توجیه شده. این زنجیره سرمایه‌دار، حزب، روزنامه، این زنجیره رو بهش توجه داشته باشید. با این زنجیره افکار عمومی در دنیا همیشه توسط همین مافیای ثروت و قدرت هدایت شده. تعداد زیادی روزنامه همه از یک شماره حساب تغذیه میشن و در یک اتاق تیتر توسط یک جمع، یک حزب، یک عده قوم خویش، یک عده رفیق تیترها و سوتیترهای واحد بهشون داده میشه. همه از یک صورت حساب تغذیه میشن. افکار عمومی در خدمت سرمایه. این مثلث زر و زور و تزویر دقیقاً تو همین بود، یعنی مثلث حزب، روزنامه و سرمایه، هر شبت که این رسانه ها در واقع تشکیل میشه و سوار میشن اینها بر موج مطالبات پوپولیستی با تکنولوژی های عوام فریبانه و تبلیغات، با موج سازی های ژورنالیستی به نام مردم و به نام نهادهای مدنی منافع کلان خودشون رو به جریان میندازن و به پسندازهای دلاری خودشون می افزاین. اینها هستند کسانی که منزلت ها و اعتبارات اجتماعی رو می سازن یا زائل می کنن. اینها با تبلیغات قهرمان رو خائن جلوه می دن و خائن رو قهرمان، و هیچ وقت اجازه اذن دخول به کسی دیگری توی حوزه قدرت و ثروت خودشون اینا مطمئن باشید در دنیا نخواهند داد. یک هرم بسته قدرت و ثروت تشکیل می دن و فقط کسانی که بتونن به هسته معنوی این فکر وفادار باشن اذن دخول خواهند داشت. هسته معنوی چیزیه که توی متون نظریه پردازان لیبرال کلاسیک و نئولیبرال اسمشو گذاشتن The Principle of Utility. Utility یعنی سود. هرچه که سود، سرمایه و لذت ما رو تأمین میکنه اون حق داره بمانه، هرچه که نیست و ایو تأمین نمیکنه از سر راه برداشته خواهد شد، اگر شد به نام دموکراسی و اقتصاد آزاد و جامعه مدنی، و اگر نشد با سلاحهای شیمیایی و میکروبی و هسته‌ای از سر راه برداشته میشه. قواعد بازی رو همین اولیگارشی میشه. اینا ظاهر جلوی صحنه دموکراسی است، پشت صحنه اولیگارشیه. قواعد بازی رو همین اولیگارشی فاسد و ماتریالیزم حاکم بر نظام سرمایه‌داری سکولار تعیین میکنه. اینا به هر کس که مایل باشن در صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ کارت قرمز نشون میدن. هر وقت هر کی رو بخوان از این حوزه بیرونش میکنن. هر وقت هر کی رو بخوان احضارش میکنن. هر نهاد مدنی رو هر وقت بخوان دور میزنن و هزینه‌شو از کیسه مردم میپردازن. مفهوم تخلف رو اینا تعریف میکنن و هیچ مفهوم ارزشی، اخلاقی یا حقوقی ثابت دینی رو خارج از قراردادهای این هژمونی اینها نمیپذیرن. پشت پرده این جامعه مدنی لیبرال کمپانی های عرض کردم کمپانیدارها و حزب های سیاست باز هستن و تداوم و ثبات خودشون و منافع خودشون رو در تکثیر حوزه های نفوذ خودشون جستجو میکنن از طریق قدسیت زدائی از همه معنویت ها و ارزش ها و احکام و اخلاق شرعی و دینی، و بعد یه حاله تقدس دور مالکیت خصوصی بی حد و حصر فراهم میکنن و بعد پارلمان ها و مجلس ها رو در خدمت میگیرن، فراکسیون های جیرخار سرمایه‌داری لیبرال وارد پارلمان ها میکنن، نماینده میخرن، نماینده خرید و فروش میکنن، رأی تولید میکنن با جنگ روانی در خارج از پارلمان از طریق روزنامه و سرمایه و اعمال قدرت در داخل پارلمان ها. در تمام دنیا این خط ثابت است که پیش گرفته میشه و تحت نام دموکراسی و اقتصاد آزاد در واقع حریم خصوصی صاحبان نفوذ تامین میشه. از دین تا دولت تا اخلاق تا صنایع همه چیز رو خصوصی و فردی میکنن برای اینکه تحت سیطره این قرائز در بیاد. آزادی و دموکراسی، این آخرین جملات است که خدمتتون عرض میکنم، خواهش میکنم توجه بکنید بهش بیشتر. آزادی و دموکراسی که دو تا قافیه رایج در این ایدئولوژی هستن، آزادی که اینا میگن اصلاً اتفاقاً از حیث فلسفی و حقوقی مبتنی بر حقوق بشر و حرمت و کرامت انسان نیست، برای اینکه اومانیزم حقیقی، انسانگرایی حقیقی با ماتریالیزم که مبنای تفکر لیبرال سرمایه‌داری است قابل جمع نیست. ما دو تا مارکس داریم، یه مارکس فیلسوف که ماتریالیست و مادی است، یه مارکس جامعه شناس و انقلابی و مصلح که این اساساً برخلاف مبانی فلسفی خودش حرف میزنه. مارکس فیلسوف از جبر تاریخ، جبر مادی تاریخ، دترمینیزم تاریخ بحث میکنه
و از